به نام خدا. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. امروز شنبه اول یا 31 مارچ سال 2018 تعطیلات عید پاک هستش، یا به قول معروف ایستر. ما اومدیم به منطقه بک بیچ در سورنتو. در اگر اشتباه نکنم جنوبی ترین قسمت شهر ملبورن. خیلی عجب جنوب غربی یا جنوب شرقیش مطمئن نیستم، ولی جایی هستش که در واقع پورت ملبورن که یک حالت قوسی شکل هست که بین جیلانگ و سورنتو محصول شده از اقیانوس به در واقع این سورنتو به اقیانوس وصل میشه. منظورم از وصل شدن این هستش که شما وقتی که به انتهای ترین قسمت سورنتو وارد میشید، سمت چپتون کاملا آبهای آزاد هست و سمت راستتون در واقع پورت ملبورن یا ملبورن بیس. هوا نسبتا سرده و برای همین نمیشه رفت شنا، ولی جذابیت ها و ویژگی ها و طبیعت این منطقه تموم ناشدنی هست و ما فعلا داریم از طبیعت لذت می‌بریم. الان اینجایی که اومدیم یک اتفاقی کوچیک داره که شما پله قشنگ میاد داخل درون یکی از این تپه هایی که کنار اقیانوس هست و میتونید از این بالا همه چی رو تماشا بکنید.
اومدیم به پایین ترین نقطه سورنتو، البته پایین تره که یعنی انتهای ترین نقطه، و همونجور که در دور رست میدید این قوسی هستش که خدمتتون عرض کردن اینجا قوس ملبون میگن. اگر شما به نقشه گوگل نگاه میکنید متوجه منظورم میشید، و در واقع این قسمت به پایان میرسه. اون قسمت اون لبش جیلانگ هست و این لبه سورنتو، و اینجا هم آبهای آزاد. هوا بسیار متغیر هست. ما وارد فصل سرما داریم میشیم. امروز در واقع آخرین روزی هستش که ما دیلایت سیوینگ داریم و فردا ساعت ها به جلو کشیده میشه یک ساعت، و هوا هم رو به سردی میره. بسیار منطقه زیبایی هست. این کوه ها، حالا کوه ها که این تپه ها و این نوع طبیعت و سبزی و این حالت به قول معروف خاص بودن ویژگی آب و هوایی، در واقع میشه گفتش که در استرالیا بسیار متداول هست. شما مناطق مختلفی که میبینید تقریبا با هر اینگونه آب و هوایی و طبیعی و درختان مواجه هستید. جالب اینه که اینجا یک منطقه نظامی هست. البته دیگه حالت نظامی نداره، ولی در زمان جنگ جهانی دوم استرالیا این منطقه رو منطقه نظامی اعلام کرده و ساخته برای مقابله و جنگ و رویارویی با نیروی دریایی ژاپن. ما داریم از این پله های تو در تو این منطقه نظامی میریم بالا. ۱۲۴۵ ساعت دفاع در پنجم اوگست سال 1945.